به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدین به یک دیگر از برنامه‌های ما و ویدیوهای ما. امیدوار هستم که در هر جای دنیا هستین در آرامش و سعادتمندی کامل به سر ببرین. آخرین لحظات سال 2023 میلادی هست و تا چند دقیقه دیگر سال 2024 آغاز میشه. یک کتابچه و یک صفحه و یک برگه ختم شد و صفحه تازه‌ای که 12 فصل 365 روز داره آغاز میشه، که من در ابتدای برنامه برای تمام مردم جهان، به ویژه مردم در دیده افغانستان، سال مملو از خوشی و آرامش در واقع آرزو میکنم. این گزارش ما در واقع بیشتر به تصویر کشیدن رسم و عنعنات جشن کریسمس و جشن سال نو هست، و چون یک عده از وطندارای ما به این باورند که نباید تجلیل بشه این روز و سال نو و جشن کریسمس چون مغایرت داره با دین ما، ما به این مسئله کاری نداریم. فقط هدف ما به عنوان یک خبرنگار این است که یک گزارش بسازیم و در واقع حال و هوای سال نو را در کشورهای غربی به تصویر بکشیم. فعلا در شهر نورنبرگ آلمان هستیم و یک مروری میکنیم به سال 2023 که برای ما افغانها سال بسیار سختی بوده، مخصوصا مردم هرات که حادثه مرگبار زمین لرزه‌ای که در ولایت هرات اتفاق افتاد جان چندین تن از هموطنان ما را گرفت و میلیون ها دلار خساره وارد کرد به زندگی مردم ما، که آرزو میکنیم برای سال نو دیگر اتفاق مصیبت باری مثل زلزله رخ نده. و همچنان در سال 2023 یکی از مهمترین رویدادهای جهان که هنوز هم سرخط رسانه ها هست، جنگ اسرائیل و فلسطین بود، که امیدواریم که جنگ ختم بشه در تمام نقاط دنیا و همه مردم دنیا در آرامش به سر ببرن. چون در جهان امروز و در زندگی امروز تمام کشورها به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستند و هر جایی که جنگ میشه میبینیم که تاثیرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به اونجی اتفاق میفته و در واقع وطنداران میبینیم که نمایش فرهنگ اصیل اجرا کردن. و عرض کنم خدمت شما که آرزو میبریم که همه چیز خوب باشه و در کمال آرامش همه چیز پیش بره. خب چون سال نو است، یکی از چیزایی که در آلمان مروج معمولا در این شب جوانا و نوجوانا و کلونسالا و فرق نمی کنه از هر طیفی که باشن به جاده ها بیرون میشن و فرهنگی که دارن آتش بازی میکنن، که در لحظه تحویل سال و آغاز سال جدید میلادی در واقع همه شروع میکنن به آتش بازی و این به فال نیک میگیرن که این بخش از فرهنگ اینا میباشه. با ما همراه بشیم، میریم بخش های مختلف را از شهر نورنبرگ میبینیم. سال گذشته هم همچین گزارش داشتیم که داخل کانال ما هست و یک بغل آرزوی خوب میکنیم برای سال جدید و کسانی که آرزو دارن به آرزوی خود برسن. دعا میکنیم برای کسانی که در بستر بیماری هن، هرچی عاجلتر در واقع شفا پیدا بکنند. کسانی که زندانی هستن هر چیز زودتر از زندان رها بشن. کسانی که قصد سفر دارن برای تحصیل و مهاجرت زودی به هدف خود برسن. کسانی که تشویش دارن تشویش های نگون بشه. و توکل تا علی الله شروع میکنیم و دعا میکنیم که تمام خوبی ها سایه بیفکنه بر زندگی ما. و من همیشه گفتم از خدا تا روزی که زنده ام دو چیز ما، یکی سلامتی و تندرستی، یکی که همیشه با عزت زندگی بکنیم در هر نقطه دنیا که هستیم، که امیدوارم شما هم همیشه سالم و تندرست و عاقبت به خیر باشیم. یک تشکر ویژه هم دارم در پایان این سال میلادی از تمام بیننده‌های عزیز خود که از گوشه و کنار دنیا با وصفی که در سال 2023 به دلیل مصروفیت‌های تحصیلی و درسی کمتر وقت می‌کردم که ویدیو بسازم، بازم حمایت میکردن مثل همیشه و حامی ما بودن. یک جان سپاس از همه عزیزان. انشالله که در سال پیش رو هم حمایت کنیم کانال ما را و از همه مهمتر مثل سالهای گذاشته بتونیم خود شما کارهای خیر انجام بدیم و برای وطن خود خدمت بکنیم و از همه مهمتر امداد بکنیم، کمک بکنیم برای مردم و جامعه خود. خیلی هم
ممنون که نگاهی پر از مهر خود به ما داشتین. با ما همراه باشین، میریم بخش‌های مختلف می‌بینیم. خدا کنه که این گزارش برای شما جذاب باشه. از همه شما خواهش می‌کنم از اونایی که برنامه رو می‌بینیم دو تا سوال مر جواب بدیم. 2023 چی رقم سالی بود برای شما؟ خاطرات خود بنویسیم، تلخ و شیرین، و برای 2024 چی آرزویی داریم؟ حتما در کامنت ها برای ما نوشته کنید. پس خودمو همراه باشیم که بریم.
Ja, aber die Aussichtsplattform. خب دوستوی عزیز، مراسم جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی در تدابیر شدید امنیتی در آلمان امسال برگزار شده، چون سالهای گذشته در اثر می آتش بازی و سرگرمی هایی که در واقع دارن در ای ایام خیلی ها مجروح میشن، زخمی میشن و میآید. به مو خاطر پلیس به تمام شهرهای آلمان در بخش‌های مختلف آلمان در 16 ایالت در واقع کنترل هست، مدیریت صحی آماده باش هستند که اگر اتفاقی بیفته کسی مجروح بشه خانه آتش بگیره، تیم های آتش نشانی آمادگی دارن قبل از، یعنی یک ماه قبل پلان میشه که کسی اگر آسیب میبینه در واقع به او رسیدگی بشه. این طرف هم رسیدیم به قلعه تاریخی نورنبرگ که پیشینه طولانی هم داره و در این نمونه می‌بینیم که مردم دسته دسته میان به قسمت قلعه، چون یک جای بلنده مثل قلعه اختیاردین، مثل بام ایراد و شهر کامل میتونیم شما نما و منظره رو ببینیم. نکته دیگه ای که امسال من متوجه شدم در جشن کریسمس بیرون شهر و داخل شهر اکثرا مهاجری رسم بر اینه که از اون خانه های خود آتش بازی میکنن، میمانی میگیرن و دوره هم جمع میشن، فیل مرغ و مرغ سرخ میکنن میخورن و دید و بازدید میکنن از هم دیگر. حالا چیزی شباهت داره تقریبا با دو تا عیدی که ما در وطن خود و در فرهنگ خود داریم. در مسیر راه هم خب برخوردیم، حالا در آلمان گروه های مختلفی از مهاجرین زندگی میکنن، ترک ها، عرب ها، افغان ها، ایرانی ها، از کشورهای آمریکای جنوبی، از آرژانتین و بولیوی و شیلی، آمریکا از اون طرف میان به اینجی و همچنان از کشورهای آسیایی حضور دارن و اکثرا در بین خیابان ها و سرک ها مهاجرین هم و خود آلمان ها رو کمتر شما میبینیم. البته شاید یه حرف دقیق نباشه، حداقل در نورنبرگ وجود داشته. امشب دیگه شو آتش بازی و صدا و فیر و این چیزای هر اتفاقی در این گزارش بفته کاملا نرمال و طبیعی میباشه. میریم بازم تصویر ببینیم، چون این گزارش بیشتر اختصاص یافته به تصویر و موفق هم شدیم با دوستا هم صحبت میشیم و هم کلام میشیم. خب دوستای عزیز، رسیدیم به قسمت بامیه که کل شهر زیر پای و همه جار میبینیم.
کمتری میشه. جمعیت خود آلمانای بومی به اینجا بیشتر مهاجرینن در این جشن و متال اینجوری تشلوغ ندیده بودم. ببینیم که چی جمعیتی آماده به اینجی و همگی آمدن که آتش بزیر از نزدیک تماشا کنن. جز فرهنگ نوعه و این طرف را میبینیم که همگی منتظرم که مناظر و آتش بزی و لحظات زیبایی که اینجا اتفاق میفتر و تماشا بشینن و لذت ببرن. دیگه در لازیرم شما ببینیم به نظر من تنها حسن و زیبایی و همین آتش بزی اینه که خیلی مقبوله و خوشاینده. خب دوستای عزیز، یکی از بچه های وطن رنجی دیدیم. سلام، خسته نباشین. خوب این سرطمند سلامت باشی وطندار، خودت خوب است؟ سرط خوب است و خیلی سلامت باشیم. تشکر. نام شما؟ اسمم فیصل ناصری، از ولایت بروان و سوالی بگرام، قریه رباط. بسیار خوب فیصل جان، 2023 چطور گذشت و برای 2024 چه آرزویی داریم؟ خدا را شکر 2023 و خوبی گذشت، سال خوبی بود، بد نبود، با سختیات و مشکلاتش رد شد. دیگه 2023 دیگه تمام شد، دیگه سمت 2024 می روید. بله. و چه آرزوی بزرگ داریم برای 2024؟ آرزوی بزرگ ما ای است که همچنان خودم و همچنان وطندارهای گلم به یک جای، به یک سطح بالا برسن، از تکنولوژی با خبر شوند، از همه داد حساب با خبر شوند. بسیار عالی. و چند سال بشه آلمان هستیم؟ من دقیقا مسافر هستم، 4 سال ایران، 4 سال ترکیه، بلکه 2 سال آلمان زندگی میکنم. دیگه 2 سال است آلمان هستم. اگه مقایسه کنیم جشن کریسمس و خود مراسم های مثل نوروز و عیدی که ما در وطن داریم، کدام بهتره؟ همه ایش یکیه، فرق نمیکنه. کریسمس، جشن نوروز، همه ایش یکیه، فرق نمیکنه. فرق نمیکنه؟ نه فرق ندارم. بسیار خوب، موفق باشیم. همچنان وطندار، خوشحال شدم از مصاحبه با شما و همچنان همه وطندارم که چی در افغانستان چی بیرون از افغانستان است، آرزویم ایسته برشان کوشش کنند از تکنولوژی با خبر شوند، در فکر قوم پرستی نباشند. همه ما ازبک، تاجک، پشتون، ترکمن، ایماق، سادات یکی هستیم. فقط کوشش کنند زندگیشان را جور کنند و از طریق زندگیشان وطن ما را جور کنند و کسایی که در وطن هستند خواهش ازشان دارم که در از فکرهای منفی جلوگیری کنند. تشکر. قربان شما وطن دار.
دوستان عزیز بازم در کنار یک تن از خسته نباشین، معرفی داشته باشین. سلام، ملیحه هستم. من فقط برای ایران و افغانستان آزادی آرزو دارم. امیدوار 24 آزادی ایران. آمین. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، در کنار همزبانان ایرانی، سال نو شما مبارک. سلام، وقتتون بخیر، سال نو همگی مبارک باشه. خیلی ممنون. 2023 چگونه شما برای امیدوارم خوب داشته باشیم و توی سراسر دنیا بتونیم مرسی ما چکرم. خب دوستای عزیز، تشکر که با ما همراه بودیم تا این دم و لحظه تحویل سال هست فعلا و میبینیم که آتش بازی دیگه به مو اوج خو نقطه قوت خو رسیده و همگی شادن و آتش بازی میکنن. لحظه تحویل سال 2024 عملا آغاز شد و امیدواریم که سال خوبی باشه برای تمام مردم دنیا. تشکر که با ما همراه بودین، این ویدیو رو تا پایان دنبال کردین. وقت شما خوش، خدا نگهدار.